شد سال 12. بچه ها انکار، تمام بدبختی ما از انکار سرچشمه میگیره، هم برای خانواده، حتما خانواده دیروز هم باید گوش میکرد، امروز هم باید گوش میکرد، ولی امروز هم گوش کنه، هم خانواده هم خودمون. و همین الان هم من توی بچه ها دارم گاهن مشاوره هاشون رو میخونم و دقیقا این کلمات اصلا از گفته هاشون مشخصه. یه دفعه سوال امروز رو بکنیم بچه ها، اومدیم تو بخش انکار، انکار چی بود؟ آن بخش از بیماری من، آن بخش از بیماری من است که من میگه تو بیمار نیستی، من میگه تو یه کس دیگه ای بابا، تو اصلا و یه جورایی از دیگران جدات میکنه. آن بخش از بیماری من است که من میگه تو بیمار نیستی. میگه به چه صورت اعتیاد خود را با اعتیاد دیگران مقایسه میکنم؟ آیا اعتیاد من به تنهایی بدون مقایسه به اندازه کافی مشکل ساز نبوده؟ خدمت از کنگی بچه، نگفت هروئین من با هروئین دیگران، نگفت شیشه من با تریاک دیگران، نگفت قرص من با الکل دیگران، گفت بیماری اعتیاد منو. خانواده گوش کنه، چون خیلی از این تلفونا دارم. همین و تو نمیدونی انکاره خانواده، انکاره. خیلی از بچه ها اینجا هم نمیدونن انکار بیچاره کرده ما رو، انکار ما رو بدبخت کرده. همین تیکه که زنگ میزنه میگه آقا پسر من یه ذره فقط گل میکشه. میگه خب خانم بچه من زنگ زدی؟ میگه خب به خاطر اینکه گل میکشه. گفتم تو همین الان از پشت تلفن من دستات هم نمیبینم، ولی متوجه شدم که داری با من تلفنی صحبت میکنی، با دستت گفتی یه ذره گل میکشه، یعنی چیز زیادی نیست. چرا زنگ زدی به من؟ نه آقا، پدرم رو در آورده، بد اخلاقیاش، نمیدونم بدقلقیاش، زورگوییاش، بدکاریاش، بد رفت و آمداش. میگم بس خانم، این اینجوری که با دستت داری میکنی که پسر من فقط یه ذره گل میکشه، بس اینجوری نیستش دیگه. تو از همین الان با این کلمه برای خودت اعتیاد اینو کوچیک کردی، خب همین هم به بیمارت منتقل میکنی. بعد بچه‌ت هم میگه خب من که دارم اینقدر میکشم، چرا من اذیت میکنید نمیذارید من این اینقدر رو بکشم؟ ولی بس صحبت این اینقدر نیست، صحبت بیماری اعتیاده، صحبت این کوچولو بودنش و اندازه هاش نیستش، صحبت مواد نکرد. ولی ما از خودمون شروع میکنیم هم مواد. خیلیاتون هم همینجوری صحبت کردید. خیلی من از کنم که خب یه موقعی اصلا در مقام هم بچه هایی بذار یه سیدم، یه شعری از مولانا الان دیدم خیلی خوشم آمد. اولان کس کین قیاسک ها نمود، پیش انوار خدا ابلیس بود. اولین کسی که قیاس رو شروع کرد ابلیس بود، شیطان. همون موقعی که خدا ما رو از خاک درست کرد و به شیطان گفت، و شیطان گفت من از آتیشم، این از خاکه، من چجوری بهش احترام بذارم و من چجوری بهش تعظیم کنم؟ اولین قیاسی که توی دنیا شاید شروع شد این قیاس بود که شیطان انجام داد. و من نمیدونم میگم ضرره شدید از درگاه خداوند رانده شد یا، ولی اولین قیاس از اونجا شروع شد، من از آتیشم و اینا از خاکم. و این قیاس دیگه بعد از اینکه آدم و هوا سیبم و خوردن رو انداختن چون زمین، با این قیاسه اومدن رو زمین. اولین قیاس اینجوری شروع شد. و من وقتی که شروع کردم به سیگار کشیدن، اون موقع هنوز این چیزا رو نمیدونستم، سعی میکردم قایم کنم کسی نبینه سیگار رو دست من. یه کوچه ای داشتیم تو محله من، کوچه درختی، میرفتیم اونجا میشستیم، رفت آمدن آدم ها کم بود، سیگار رو دستمون نبینن. هنوز شروع نشده بود مقایسه. و بعد مشروب خوری بازم شروع نشده. آره چرا دیگه آقا، دنبال شخصیت کاذبه بودیم، خودمون مقایسه میکنیم با هنرپیشه‌های فیلم ها، با گندلات محل. پس به در قشنگ گفتی، بذار بس من اینجوری شروع کنم.
خودمون رو مقایسه کردیم با آدمای بزرگ. بله. ما سیگار کشیدیم که بزرگ شیم دیگه، نه؟ دنبال این بودیم. آها، همیشه می‌رسیم داریم مقایسه می‌کنیم. نمی‌رسیم داریم مقایسه. مرسی علی. عجب حرف قشنگی زدی. آره، ما خودمون رو مقایسه کردیم چون همش منتظریم بودیم که خدا کی میشه من سیگار رو لای انگشتم بگیرم بتونم بکشم، چون احساس بزرگی می‌کردیم دیگه. خودمون رو داشتیم با بزرگا مقایسه می‌کردیم. خدمت شما، بعد مشروب خور شدیم. خدمت از کنم که هنوز هشیش رو نمیشناختم که بخوام مشروبم با هشیش مقایسه کنم، ولی وقتی دیگه شدیم هشیشی یا بنگی های اون موقع، من ورزشکار بودم. من دقیقا این کلمه رو شنیدم که یه روزی یکی به من گفتش که هشیش میکشی؟ گفتم یه جوری میگی انگار تریاک میکشم، یه جوری میگی انگار هروئین میکشم، هشیش میکشم دیگه، هشیش چیه مگه؟ خدمت ارز کنم که ولی از اونجا که من عادت دارم به پله‌های ترقی رو با سرعت طی کنم، وقتی تریاکی شدم، خدمت ارز کنم که بچه ها دقیقا اینجوری بوده، یه جایی که میشستی مثلا یا روی یه ذره شیره در میورد، بودم شیره میکشی؟ میگم آره. بعد بودم بابا نکش تو رو خدا، تریاکی داری میکشی که؟ میگم بابا مسخره بازه در نهاره دیگه، تو خود داری تریاک میکشی؟ بودم خب تریاکه، شیره؟ شیره میکشی؟ و بعد من خودم شیره‌ای شدم و بعد هروئینیه شد برای من مقام مقایسه. بچه‌ها من نمیدونم، اگر هروئین، من اعتقاد دارم به منع کردن، منع نکنید کسی رو، خیلی اعتقاد دارم. من تریاک میکشیدم، هشیش میکشیدم، منطقه بودم، یه اورال ارتش دست من بودش، باش آب میبردیم جلو این صحبت‌ها. بچه‌ها من لاستیکش اورال ارتش خیلی بزرگه، لاستیکش مثلا اینجا بود و جلوش هم مثل کامیوناست. یه رفیقی داشتیم، بچه عراق بود، خیلی خوشگل بود این بچه، قد بلند، دستای درشت، بدن درشت، خیلی خوشگل بود. ما تریاک میکشتیم، یه روز یه دفعه بیسیم زدن که آقا تانکرمون رو جلو زدن، آب بچه ها ندارن آب برسونید. ما بودو بودو رفتیم، پریدم تو پای رکاب، در ماشین رو وا کردم، دیدم این تو اتاقه که ماشین من نشسته، زهرورق هروئین دستش، داره هروئین میکشه. اینقدر عصبانی شدم، این قلبیده که فرمون رو گرفتم اینجوری با لگه زدم، بودم چه صافت تو ماشین من هروئین میکشی؟ خورد به در اونور و در اونور باز شد، این بچه کله ملاق شد پایین، از دست قضا جابر هروئینی هم شد. خدمت ارز کنم که هروئین و شیشه و بعد مقایسه من شد بچه های تزریقی که بابا من که تزریق نمی کنم که، من دارم هروئین می کشم، اینا خیلی بدبختن تزریق می کنن. می دونید داستان به یه روزی رسید که جابر تزریقی هم شد و بعد من تزریقی چون تو خونه بودم هنوز، بچه قیاس رو دیدید؟ از 15-16 سالگی من شروع شد تا سن 42-3 سالگی و بعد وقتی داشتم تزریق میکردم گاهن داستانی بود، بچه هنوز دارم با افتخار میگم، ببین هنوزم دارم با افتخار میگم، من یه سرنگ رو دو دفعه استفاده گاهنم میگم هنوز مقایسه انکار، من یه سرنگ رو دو دفعه استفاده نکردم، من همیشه از یه سرنگ یک دفعه استفاده کردم و هی داشتم خودم مقایسه میکردم با هروئینی های تزریقی که کف خیابون مجبورم یه سرنگ رو، و بعد تزریقی ها میفهمن من چی میگم. تمام استریل سوزن اینجوری بود که وقتی میخواستی بزنی تو رگه میکشیدی رو زبونت. آره، بعد میگفتیم بزاق دهن و بعد میزدیم، میگفتم اینا مجبورن بکشن رو زبونشون تزریق کنن، یه سرنگ رو 20 دفعه بزنن، ولی من یه تزریق میکنم تو خونم، هم الکل دارم کنارم، نمیدونم دستمال کاغذی دارم کنارم، میدونم. و بعد خودم رو با اینجوری مقایسه میکردم، صورت مسئله رو پاک میکردم. این اینا قیاس های دوره مواد بود. خدمت ارز کنم که داستان اینه که خانواده هایم که انکار میکنن که، ببین بعضی هاشون اینجوری انکار میکنن، میگن
عمو پسر ما هروئین میکشید. ببین یه جوری میگه هروئین میکشید استوری. من این کلیپ رو گذاشتم خودم توی چیز توی پیجم، یه ذره برن پایین تر میبینن. به دختره میگه که این چقدر؟ میگه دویستون. یه چیه؟ میگه دویستون. میگه نمیفهمم. میگه دویستون. میگه دویستون. میگه نه چرا اینجا میگه دویستون؟ دویستون. میگه پولی که در عرض 3 ثانیه تموم بشه فقط در بگی دویستون. بعد گفت خب بعد 2000 تومن چیه؟ گفت یعنی دقیقا خانواده این کارو میکنه. میگم چی مستم اونو؟ میگه آقا جاوی یه اتاق داره خوشیه اینا، میره میشینه تا این اتاقه هیچ کم نمیبینه، رو کاناپه جلو تلویزیون اینقدر هروئین میزنه اصلا صداش هم در نمیاد. بچه هم اینقدر مظلومه. مقایسه رو شروع کرد، مادرم این کار رو شروع کرد. نمیدونه بچه داره با چی بازی میکنه. دلش خوشه به این که آقا ابراهیم رو من دیدم تو خونه شیشه میشکنه، مامانش رو میزنه، باباش رو میزنه، تلویزیون رو میبره میفروشه، سکه های مامانش گم میشه. نه بچه من گوشه اتاق خودش انکارا. و بچه ها بعد داستان این داستان قبل از اعتیادمونه. و بعد اگر دو قسمت کنیم، زمان مصرف و زمان قطع مصرف. وقتی میایم تو قطع مصرف، حالا انکارا یه جور حالش عوض میشه، فرمش عوض میشه. ما یا مقایسه میکنیم خودمونو با بدتر از خودمون، یا خودمونو مقایسه میکنیم با بهتر از خودمون، یا خودمونو مقایسه میکنیم با گذشتمون. و حالا مقایسه ها این شکلی شروع میشه که میگم که حال جابر چطوره؟ خانواده وقتی من زنگ میزنم دیگه، حال جابر چطوره؟ حالش خوبه؟ میگه آره. عمو میگم چی کار میکنه؟ میگه همینجا تو خونه کنار من تکون نمیخوره. میگم خب خدا رو شکر. بعد چی کار میکنه؟ میگه کنار من تکون نمیخوره. میگم خب مرسی. بعد چی کار میکنه؟ میگه کنار من تکون نمیخوره. میگم خب بابا بعد چی کار میکنه؟ میگه عمو خدا رو شکر. ببین گذشته با گذشتهش مقایسهش میکنه. اون موقع هروئین میکشید. عمو من تو این خیابونا شب نصف شب بعد میدویدم دنبالش. امروز نشسته راضیه. مقایسه الانش با گذشتهش، توی خیابونا دنبالش میدویدم، الان کنار من نشسته راضیم. کار میکنه؟ نه. جلسه میره؟ نه. راهنما داره؟ نه. حرف میزنه؟ نه. ولی خب خیلی بهتر از اون موقعاست که من تو خیابون دنبالش میدویدم. بذار بغل دست من بشینه. و بعد دوباره یه مقایسه دیگه هم داریم بچه ها که الان خیلی ها دارن، خیلی همون داریم این کار رو میکنیم. بچه ها هر کی بیاد بیماری خودش رو خواهشن، یه کوچولو فکر کن بعد بلند شد. خب خدمت از خواهم که بچه ها یه چیزی که یکی از بیماری های من که الان من خیلی اذیت میکنه، بچه ها اومده سراغم، سن و سالمه. خب همش داره بیماری به من میگه که بست نیست دیگه، چقدر میخوای بچه نجات بدی؟ برو دنبال زندگیت دیگه، راه رو باز کن، خدمت بده دیگران، خدمت کنم. تو چرا همش میخوای خدمت کنی؟ بست دیگه. 12 ساله بچه بیماری این شکلی اومده دنبالم. بست دیگه، بلند شو برو. حالا آیا به چه صورت سن و سال اون موقع و سن و سال دیگه خودم، حالا خودم رو بسیم کنم، اون موقع میگفتم جا دارم دیگه، حالا که جوونم بذار بکشم، حالا میگم پیر شدی دیگه، نمیخوای ول کنی بری، نمیخوای بری بشینی تو خونه. هر کی بیاد بیماری خودش رو بر من بنویسه اینجا عین من فلش بکشه بنویسه، کمک کنم اینا، هر کی بلند میشه کمک کنه، هر کی بلند میشه کمک کنه، هر کی بلند میشه کمک کنه. مرسی. میگیریش که؟ خب چی می‌نویسی؟ مرسی. 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 چی
چی می‌نویسی؟ مرسی. تو به خرج نمیخوری بسر هم آقای حریصان آقای جان قرار کنید درست 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 شهوت بی ادب بی تربیت مرسی. خب بچه حالا داستان الان آره داستان مقایسه ما الان چی شروع شده؟ الان دیگه بچه راجع به مواد صحبت نمی کنم، خانواده هم گوش کنه، من اصلا راجع به مواد صحبت نکردم، زندگی مصرفمون رو راجع به مواد صحبت کردم، ولی زندگی بعد از قطع مصرف اون رو راجع به مواد صحبت نمی کنم، دارم راجع به چیزهایی صحبت می کنم که و خیلی اصلا همه انجمنی ها میگن تمام بدبختی ما بعد از اینکه 3% از برنامه رو اجرا کردیم، کدوم 3% همون که ترک می کنیم، همون که دیگه مصرف نمی کنیم، با 97% از معضلات زندگی ما، افکار خراب ما شروع میشه. حالا به چه صورت؟ شهوترانیه؟ خود را با شهوترانی دیگران مقایسه میکنم بچه، یا با دیگران یا شهوترانی خودم رو با گذشته خودم، یا شهوترانی خودم رو حالا خودم رو با بدتر از خودم مقایسه میکنم. این که با گذشته خودم میگم بابا ما اون موقع مصرف میکردیم، بابا اصلا تو نمیدی یادمون رفته بود که بایستا یه کلمه یه دادم یاد بود نخته یه زن چه شکلیه، یا به قول ایرج اصلا مردیم، حالا ترک کردیم، حالا هم یادمون افتاده مردیم، هم به قول علی آقا جبران موافقت میکنیم، از صبح تا شب سیکس و شهوترانی مقایسه میکنیم. هر کم به میگه میگم بابا اون موقع اینجوری بودیم، اصلا یه رابطه درست نداشتیم، حالا داریم یه دو تا رابطه میذاریم، هر کی میرسه میگه این چه وضعیه. حالا ما باور غلط هم درست میکنیم، اون دنیا مدیون بدنمون نشیم، حالا اون دنیا مدیون بدنمون نشیم، باور غلطه. این به چه صورت حالا توقعاتم، به چه صورت توقعات خودم رو یا با توقعات دیگران یا توقعاتم رو با گذشته خودم مقایسه میکنم. سر شهوت عباس خدمت از کنم که الان توقعات خودم رو با توقعات قبلم مقایسه میکنم یا با توقعات دیگران. توقعاتم با توقعات قبلم چه شکلیه؟ خب قبلا من هر وقت از شما پول میگرفتم که مواد بکشم. الان اگر به تو میگم پول بده میخوام برم با دوست دخترم بیرون، الان اگر به تو میگم پول بده میگم میخوام برم مسافرت، الان اگر میخوام برم لباس بخرم، توقعات من با توقعات اون موقع زمین تو آسمون فرق میکنم. اون موقع هر وقت من پول میگرفتم صرفا برای کشیدن مواد نبود، ولی الان در چی دارم میگیرم؟ برای اینم نمیخواید بدید؟ توقعات خودم رو با گذشته، توقعات خودم رو با دیگران مقایسه میکنم. بابا فلانی گوشه چی پرومکسی بگوستی؟ 13 پرومکس. من که 13 پرومکس نمیخوام که، برای من یه دونه سامسونگ، نه یه سامسونگ S23 اولترام بخرید برای من کافیه. من که مثل فلانی نیستم که 80 میلیون پول گوشی بده، 50 میلیون برای من بدید، 60 میلیون بسه. بچه ها حالا توقعات و بعد خانواده هم راضیه، میدونی حالا فرم و شکل خانواده هم عوض میشه، یادتونه فرم و شکل بیماری عوض میشد بچه ها، حالا فرم و شکل خانواده هم عوض میشه، چه شکلی عوض میشه؟ میگه اد نداره، اون موقع این کارا رو نمیکرد، الان من آقا جابر بذار پول بدم لباس بخره، بذار خرج کنه، بابا اون موقع همش پول هروئین میداد، پول شیشه میداد، پول نمیدونم الکل میداد، اد نداره بذار خرج کنه،
یکی از شاخه های کلفت یادم رفت بگم، یکی از شاخه های کلفت بیماری انکاره که هم خانواده بهش دامن میزنه. یکی از شاخه های کلفت انکار مقایسه است، یکی از شاخه هاش. و اینکه خانواده، اینکه این بچه منه، ما دکتریم، ما بچه ما فلان مقام مملکتی هستیم، بچه ماست، ما دکتریم، ما لوریم، ما فارسیم، ما شیرازی هستیم، ما ترکیم. و با گفتن این کلمات مقایسه میکنه بچه خودش رو با بچه دیگران و بچه خودش میخواد از گله ما ببخشید از تیم ما. روزانه شاید ده ها بار اتفاق بیفته سر انسانی. دقیقاً. مرسی بچه‌ها. مرسی.